جمعی از بازنشستگان در یزد و همدان، کارگران ارکان سالس و پشتیبانی شرکت‌های پیمانکار پالایشگاه‌های مختلف پارس جنوبی و غارت شدگان شرکت شاهین در تهران، در اعتراض به سیاست‌های چپاولگرانه و ضد مردمی رژیم آخوندی، تجمع و تظاهرات کردند. نماینده اتحادیه اروپا طی بیانیه‌ای در کمیته اول مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت ما انتقال اخیر موشک‌های بالستیک ساخت رژیم ایران برای جنگ در اوکراین را به شدت محکوم می‌کنیم. این انتقال یک تهدید مستقیم برای امنیت اروپا است و نشان دهنده تشدید مادی قابل توجهی از عرضه پهپاد و مهمات رژیم ایران است که در جنگ علیه اوکراین استفاده کرده است. دکتر آلخو ویدال کوادراس، نایب رئیس پیشین پارلمان اروپا، در حساب ایکس خود خواهان لیست گذاری سپاه پاسداران توسط اتحادیه اروپا همانند آمریکا و کانادا شد. Near and Middle East and financing, training and advising Iran's. روز سه‌شنبه 8 آبان دشقیمان خامنه‌ای در یک جنایت فجیع ضد بشری در زندان ارومیه انگشتان دست راست دو برادر به نام‌های شهاب و مهرداد تیموری را با گیوتین قطع کردند. 5 زندانی دیگر در ارومیه در نوبت اجرای حکم قطع عضو هستند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت طی اطلاعیه‌ای در این باره افزود در 40مین هفته از کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام زندانیان در 24 زندان در سراسر ایران دست به اعتصاب قضا زدند. صبح سه‌شنبه جمعی از خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام در مقابل بیمارستان شفا در نزدیک مجلس ارتجاع در تهران برای دومین هفته متوالی دست به اعتراض و تظاهرات زدند و شعار اعدام نکنید سر دادند. ماموران سرکوبگر انتظامی به تظاهرکنندگان یورش برده به ضرب و جرح آنها پرداختند و شماری را دستگیر کردند. آخوند محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عالی رژیم گفت وظیفه قوه قضاییه در راستای حفظ امنیت جامعه
برخورد سریع و محکم در چارچوب قوانین با مجرمین است. پرونده های اخلال در امنیت عمومی و روانی جامعه باید خارج از نوبت رسیدگی شود. وی افزود، امروز آثار سلاح نرم دشمن از سلاح جنگی و موشک بیشتر است و یک خبر، یک مقاله و یک مطلب بعضاً آثارش بسیار زیاد است و به افرادی که در این شرایط کشور بعضاً غافل هستند یا آمدن چنین کاری می کنند توصیه می شود که آب به آسیاب دشمن نریزند و در صورت تکرار با برخورد قانونی دستگاه قضایی مواجه خواهند شد. نمایندگان کشورهای مختلف در کمیته اول مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد امنیت و خلع سلاح، برنامه موشکی و فعالیت‌های بی‌ثبات کننده رژیم ایران در منطقه را محکوم کردند. نماینده آمریکا در کنفرانس خلع سلاح گفت در خاورمیانه رژیم ایران به حمایت و تسلیح سازمان‌های تروریستی ادامه می‌دهد. نماینده انگلستان در کنفرانس خلع سلاح گفت صلح و امنیت بلند مدت در خاورمیانه بدون برخورد با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده رژیم ایران محقق نمی‌شود. ما به محکومیت حمایت مداوم رژیم ایران از نیروهای نیابتی و شرکای آن ادامه می‌دهیم. رژیم ایران به تأمین تسلیحات متعارف پیشرفته به این گروه‌ها ادامه می‌دهد که برخلاف قطعنامه‌های متعدد شورای امنیت است. This has been widely condemned by the international community. Iran's nuclear program is more advanced than ever.